خوش آمدید، زحمت کشیدید، به خصوص محمود این جیگر بابا و بقیه قلبه های بابا، تقیبلا کل جیگراتکم. احسنت احسنت. آدم در کنار مسئولین نظام جمهوری اسلامی میشینه احساس میکنه وسط جیگرکیه. همون پاشه دوتا خوشگوش بذار روی منقل بیا. تقیبلا تقیبلا آفرین احسنت. محمود جان باز آمدی فنجک زدی زیر طبع شعری ما، میفرماید که مرا هر جور خواهی در بدر کن، جفایت را از این هم بیشتر کن، بزن با عشق خود آتش به جانم، ولی آتش نشانی را خبر کن. احسنت آفرین آفرین. طیب الله طیب الله انفاسکم، طیب الله کل آتش نشانیاتکم. احسنت احسنت. همچینه شما بریش بنده میخندی، شاید من میخواستم ذکر مصیبت امامو بگم ها؟ دفعه دیگه بخندی تو مجلس آقایون راحت نمیدم. ده ها؟ احسن آفرین. اما از شوخی که بگذاریم، امروز آمدم اینجا تا به شما بگم این کابینت کابینت خوبی بود و نمای جدیدی به آشپزخانه نظام جمهوری اسلامی بخشید. یکی از ویژگی های خوب این کابینت این بود که جاخال زیاد داشت. من خیلی وقتا از دست اهل بیت توپولیمو تو سوراخ سنبه های کابینت شما قایم میکردم. آفرین آفرین احسن طیب الله کل انفاسکم و کل کابیناتکم. الله بابا امو امو بلنی من هنوز ته نگفتی تو تا فرهزاد رفتی بذار ته توپولی من خوش بشه، بعد تو عکت خماری رو برای من که خودم استاد خماریم بیا. میگن وقتی بارون بیاد قورباغه ها 10 دقیقه زودتر میفهمن. قربونت یه خبرم به ما بده تا من ابا امامم رو از رو بندرخ جمع کنم. طیب الله طیب الله آفرین 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 احسن احسن. داودی تو نخند، مسواک گرون میشه. ببین داودی جان فردا ماه گرفتگی شروع میشه، اگر منو گرفتن تو مواظب این محمود ما جیگر بابا باش. احسن احسن. علی حال متضرعانه میخواهم بگم که این روزها وضع نظام وضع پخش و پناهی است. من هم که غیر شما شوبز کنبالی های بابا کسی رو ندارم که من عنوان ولی امر مسلمین جهان در یک انتخاب آزادانه به شما رأی دادم، به این معنیه که کل جهان به شما شوبز کنبالی ها رأی دادن. بنابراین این دولت باقی است و محمود ساقی است. محمود پاشو با هم یه دومی به خمره بزنید. احسن احسن. من هر موقع شما مسئولین رو میبینم خاطرات برام زنده میشه. همین آقای لنکرانی که داره مثل منگولا به سقف نگاه میکنن، نگاه کنید شما. همین آقای لنکرانی یادم اولین بار که دیدمش توی دیوونه خونه بود تیمارستان. ازش پرسیدم تو رو برای چی به تیمارستان آوردن؟ لنکرانی گفت بدون هیچ دلیلی، فقط به خاطر اینکه من معتقدم جوراب نخی خیلی بهتر از جوراب نایلون هست. گفتم اینکه دلیل نشد مسئله که تو داری میگی تو رساله امامم اومده، منم معتقدم جوراب نخی بهتر از جوراب نایلونی هست. لنکرانی گفت چه جالب، راستی شما جوراب نخی رو با سس سفید میخورید یا با سس گوجه فرنگی؟ که من خیلی واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم که این جواب به من ثابت کرد لنکرانی جون میده برای وزارت بهداری. و همونجا به آقا محمود خودمون جیگر بابا پیشنهادش رو دادم. الهام بوزغلمون گوشت با منه یا نه؟ آها نیست. آها وقتی این الهامو میبینم واقعا به خودم و بعضی از شما امیدوار میشم. میگم از من بدبختر و از شما فلک زده تن هم توی دنیا هست. اما الهام بذار یه دو بیتی هم تقدیم تو بکنم که خلاصه مچل از این بیت نری بیرون. میخوام تقدیمت کنم. یه در باغ دلم گرد جنون میریزی، سرسبزترین گیاه این جالیزی، از ساقه تو به آسمان خواهم رفت. الهام تو لوبیای سهرامیزی. احسن طیب الله انفاس کن طیب الله. همون تو هم نخود فرنگی. احسن احسن طیب الله انفاس کن طیب الله کل نخودات کن. احسن شروع کردم. اما در انتها متضرعانه به درگاه امام راحلمون دعا میکنیم. اماما ما را به راه راست هدایت بفرما و اگر نشد راه راست را به سمت ما کج بفرما. در آخر دلم راضی نمیشه شما را همینجوری بفرستم برید
بزنت خونه هاتون، مجبورم یه دلنگ این چی با هاتون بیام. جان گلپایگانی بگو اون آهنگو بذارم، این موسیقی هم احسن، آفرین، احسن.